1401 شاید رأس و نده ها. میگه نقطه منفی 1.9 رأس سهمیه و این سهمی گذرا بر نقطه 3 و 1 میباشد. خوب نگاه کنید، به من نگاه کن واسه یه لحظه، نگات به صد تا آسمون میارزه. آقا سهمی اورجینال این ورشو بریم، بعد رأسو بریم، یه دونه بره جلو یه دونه میاد بالا، دو تا بره جلو کلن 4 تا میاد بالا، 3 تا بره جلو کلن 9 تا میاد بالا، 4 تا بره جلو کلن 16 تا میاد بالا، 5 تا بره جلو کلن 25 تا میاد بالا. 25 16 9 4 1، اینا عددهای آشناییه، اینا تحلیل کنکور، کنکور تحلیل بچه بازی نیستش که. خب پس قدم اول، قدم ها پایینن، یک واحد رشد داره، رشد ها سبزن. قدم دوم 3 واحد رشد داره، رشد ها سبزن. قدم سوم 4 به 9 5 واحد رشد داره. آقا باید حفظ کنیم؟ نه همین فقط باید بدونید 3 تا میره جلو 9 تا میاد بالا، باید بدونید 3 به توان 2 میشه 9. آقا 3 به توان 2 مساوی 9 حفظ کنیم؟ نمیدونم، اینو دیگه با خودتون، خواستید حفظ کنید خواستید حفظ کنید. قدم بعدی، قدم پنجم، اها بگو لام از سبا، اها 16 تا 25 9 تا میاد. حالا اگه این برگرده چی؟ منفی x2 باشه. این x2 دیگه. ببین من میدونم دیگه. من میدونم به خدا. من میدونم وقتی این x2 اگر اونوری بشه رأس رو به بالا میشه منفی x2 دیگه. اینجا درسته؟ میشه منفی x2. خب. ساکرم همینجا. سوال کنکور 99 خارج همین الان بچه‌ها جواب دادن. خدا رو شکر. همین الان بچه ها جواب دادن. میگه آقا منفی 1.9 رأس سهمیه، منفی 1.1234567.8.9 رأس. چقدر خوشگل حل میکنیم، نگاش کن، گذرا بر نقطه 3 و 1، گذرا، گذر میکند، میگذرد به هوای تو از جان میگذرد. الان سهمی، اون عزیزی که گفت من نمیفهمم، من ولش نکردم و دارم میخوام کمکش کنم. الان سهمی رو به بالاست یا رو به پایینه؟ رأس اونه. آفرین ماشاءالله احمد رأس اونه. سهمی رو به بالاست یا رو به پایینه؟ رو به پایینه قطعا دیگه، رو به پایینه. خب چی داره الان به من میگه؟ داره میگه چند قدم رفته جلو، چند قدم اومده پایین، بگید. آفرین، خواب در چشم. الان چند قدم رفته جلو؟ ماشاءالله 4 قدم. چند قدم اومده پایین؟ از 9 شده 1. چند قدم اومده پایین؟ 8 قدم. در صورتی که اگر طبیعی بود، نچرال بود، به ازای 4 قدمی که جلو میرفت، چقدر باید تفاضل ارزی درش ایجاد میشد؟ 4 به توان 2 چند میشه؟ حفظی 4 به توان 2 رو؟ 16 قدم. آفرین. پس این 8 قدم اومده، یعنی چی شده؟ یعنی نصف شده، یعنی این ضریب 1/2 داشته، یعنی آش بوده 1/2. به 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 به. حالا از کدام نقطه میگذرد؟ 5 و منفی 7 یا 5 و منفی 9؟ 5 بره. ببین این چنده؟ این 3. نگاه کن، این 3، این 4، این 5. یعنی تا 5 چند قدم باید بره جلو؟ 6 قدم. از منفی 1 تا 5 چند قدم باید بره جلو؟ 6 قدم. اگر سهمی نچرال باشه، طبیعی باشه، به ازای 6 قدم 36 واحد تغییرات ارزی داره. حالا این ضریب 1/2 داره، پس به جای 36 واحد چقدر تغییرات ارزی داره؟ آفرین آفرین آفرین، 18 قدم تغییرات ارزی داره. 36 تقسیم بر 2، پس 18 قدم تغییرات ارزی داره. پس این چنده؟ این 9.
18 تا باید بیاد پایین، این 9، 18 تا، این 9 تا دیگه بیاد پایین میشه منفی 9، پس نقطه میشه 5 و منفی 9. این یه راه. اصلا کلن به حل این مسئله کار ندارم. من میخوام تو رو ببرم توی یک چالش. من کلاس رو با چالش شروع میکنم. من میگم 9 به اضافه 9 میشه 18. اگر تو اینو نتونستی بفهمی آماده نیستی برای کنکور. چالش. 2 ماه قبل کنکور من نمیتونم به شما امید بفروشم.